با درود، بنفشه طاهری هستم. در رابطه با کردستان و خدماتی که یهودیان کشور اسرائیل در رابطه با این قوم ظلم دیده داشته میخواستم صحبتی داشته باشم و در رابطه با مسائلی که از لحاظ معنوی و اجتماعی و تاریخی ربط داره به هم دیگه. خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم. من از استان کرمانشاه هستم و زبان مادریم کردی هستش، اما تجزیه طلب نیستم. متاسفانه تا ما میخواهیم از کمکهایی که و خدماتی که به طور انسانی کشور اسرائیل و یهودیان عزیز برای هموطنای کرد من داشتن صحبت کنیم، متاسفانه انگ تجزیه طلبی رو به ما میدن. طبیعتا من تو این برنامه میخوام تشکر و قدردانی کنم از یهودیان عزیز در اسرائیل به خاطر سیاست های خوبشون و اشاره داشته باشم به این ارزش هایی که از لحاظ تاریخی ما با هم مشترکاً داریم. اگر بخوام به مسائل تاریخی اشاره کنم، موضوع ملکه استر هستش که یک یهودی ایرانی بودن و قوم یهود رو از زیر یوغ ظلم و ستمی که افرادی که با اینا مشکل داشتن و براشون برنامه هایی رو در جهت کشتار اینا داشتن و برنامه ریزی کرده بودن، ملکه استر باعث شد که با یک هماهنگی با خشایارشا در ایران این قوم رو نجات بده. و ما میتونیم با من خودم به عنوان یک زن همیشه ملکه استر رو یک الگو برای خودم قرار دادم و احساس میکنم که هر کدوم از ما میتونیم در جهت آزادی قوم ها و انسان ها نقش داشته باشیم، همانطور که در کتاب یهودیان به پادشاه ما یعنی کوروش خیلی قدردانی کردن و اشاره کرده به این که قوم یهود رو آزاد کردن. و ما میبینیم که آزادی ملت‌ها چقدر ارزشمند بوده در تاریخ و چگونه یهودیان عزیز از این موضوع همیشه یاد میکنن و قدردانی میکنن. من خودم تا زمانی که در ایران بودم، قبل از این که مسیحی بشم، هیچ وقت راجع به خدماتی که کوروش و این کار بزرگی که کوروش در جهت آزادی یهودیان عزیز داشتن هیچ وقت نشنیده بودم. اولین بار بود که من در کتاب تورات که اشاره شده به این موضوع اینو میشنیدم و در کلیسا، و برای من خیلی جالب بود. موضوع دیگه‌ای که از نظر تاریخ